با درود و سلامتی نسار تک تک شما دوستان بزرگوار، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سر حال باشید. باز هم اخبار زیادی از مدرسین بیشعوری به دست ما رسیده. این بار از نوع شیعه. اخبار بیشعوری را از اهل سنت از سنن ابی داود برای شما و نشر رساندم ویدیویش را. اگر این ویدیو هم خوشتان آمد لایک کنین و بعد دوستانتان بفرستین. خب میپردازیم به حرفای آخوند، صحبت کردن علی با فیل و همچنان علی که شمشیر را میکشه گردن فیل به اندازه کوه را قطع میکنه. و اونجا افراد زیادی نشستین حرفای این آخوند را گوش میکنن. گوش کنین شما هم لذت ببرین. خب آغاز که آقای آخوند یه سیلتا فیل رو به عهده گرفت و سوار فیل سفید شد با فیل حمله کرده. وقتی حضرت به این فیل ها و فیل سفید نگاه کرد از اسب پیاده شد، صلوات الله و سلام علیه. عمامه رو از سر مبارک برداشتن، یک درخشندگی در این بیابان ایجاد شد. بله، سی تا فیل سفید حمله کرده بالای نمیدانم چه کسی، بالای علی حمله کرده. از زبان آخون برای شما توضیح میده. خب علی هم پایان میشه و سرش همان دستار یا امامه را دور میکنن. الان تعریفش را ببینین که وقتی که سرش او را دور میکنن ادامهش چی میشه. بعد عمامه رو به سر مبارک گذاشتن، حضرت اومدن نزدیک فیل ها، خود حضرت صلوات الله و سلام علیه ایجاد شد. بعد عمامه یک درخشندگی در این بیابان ایجاد شد. وقتی عمامه را از سر علی دور میکنن در بیابان درخشندگی ایجاد میشه. بعد چی میکنن؟ بعد عمامه رو به سر مبارک گذاشتن، حضرت اومدن نزدیک فیل ها خود... بله، نزدیک فیل ها میه تا صحبت را شروع کنه با فیل به زبان عربی. بیاد داشته باشیم حضرت صلوات الله و سلام علیه شروع کردن سخنی بگوین که مردم نمیفهمیدن. شروع کردن با فیل ها صحبت کردن. فیل جزء خلق خدا هست یا نیست؟ امامشونه، امیر المؤمنین صلی الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمی زادها نمیفهمن و ما هم نمی... فرض کنین میگه فیل ها چون امامشان از علی، یعنی علی نه تنها امام شیعیان هست از جنس آدمی زاد، امام فیل ها همچنان هست. بیاد داشته باشین دوستان عزیز، اینها نه تنها امام شیعیان هستن، امام فیل ها هم هستن. بشنوین نیست. امامشونه امیر المؤمنین صلی الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمی زادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم. با زبان فیل سخن گفته بابا علی. این که فیل چگونه صحبت میکنه ما هم نمیفهمیم و آدمی زاد نمیفهمه. خب ببینیم که بعد چی شده بعد از این واقعه. خب امامشونه امیر المؤمنین صلی الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمی زادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم. 29 تا فیلم سمعن و طاعتن سراشون انداختن پایین و برگشتن از سمت لشکر امیر المؤمنین صلی الله علیه. از 30 تا فیلم یک تا فیلم ایمان نیاورده، این 29 تا دیگهش ایمان آورده. الان آینده این یک تا فیلمی که ایمان نیاورده چی میشه؟ گوش کنین دوستان بزرگوار. الله اکبر. حالا فیلا برگشت، لشکر دشمن رو لتوپار کردن، رسوندن به دروازه عمان، برگشتن به سمت امیرون عیسام به زبان عربی که همه مردم میفهمیدن، میشنیدن و میفهمیدن. رو کردن به امیرون عیسام و عرض کردن این 29 تا فیل یا علی. گفت 29 تا فیل به طرف علی روی خود دور میتن میگن یا علی. فکر کرده که این 29 تا فیل هم امو آوازخان ها این ها هست که میخوانن من سگ رقیه ام، من سگ زینب ام، من سگ فاطمه ام. عرق از سر رویشان میچه که فکر میکنه این فیل هم آوازخان های راه علی بودین.
گوش کنین دوستان عزیز، ادامه. گفتن کلنا، ما همه اون پیغمبر اکرم رو میشناسیم، چون امیر عیسام و همه شون عبدن، به رب اون پیغمبر هم ایمان می آوریم و قبولش داریم، مگر اون فیل سفیده. از این همه فیل ها، تمام فیل ها گفت ما به پیامبر هم ایمان آوردیم و به تو هم ایمان میاریم که تو هم مولا هستی و امام ما هستی، اما یک تا فیل ایمان نیاورده. به او فیل ببینین حرامزاده میگه ای آقا، یعنی به فیل هم اینو توهین میکنن، به انسان که توهین میکنن و میکنن، به فیل هم توهین میکنن. گوش کنین دوستان عزیز که میگه اون فیل حرامزاده، اسامو همشون عبدن، به رب اون پیغمبر هم ایمان میآوریم و قبولش داریم، مگر اون فیل سفیده حرامزاده. اون فیل سفیده نه پیغمبر رو میشناسه نه آل پیغمبر رو میشناسه. این فیل سفیده هم مرتد بوده، حرامزاده. قرار گفته آخون فیلم که مرتد باشه باید برش حرامزاده گفت. دین اینها دین فحاشی است. فیل سفیده هم بایستاده با کمال به اصطلاح خریتش. ببین میگه فیل سفید با کمال خریتش استاده. فیل را گای حرامزاده میگه، گای خر میگه. میخواد توهین کنه چون نمیخواد به علی تسلیم شوه، به خرافات علی. خب گوش کنه ادامه شو. وایستاده در مقابل امیر حسام الله علی، تو گفت این فیل سفید شما و اهل بیت رو نمیشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه. یک نعره زد امیر حسام الله علی، فیل سفید بنا کرد بلرزیدن و ایستاد. علی چیغ میزنن، نعره میزنن، میگه هی فیل، فیل سفیدم میلرزه به اون بزرگی خود. الان این شمشیر را میکشه، فیل را میزنه علی. این فرد مهربان با شمشیر تصمیم میگرفت حتی در برابر فیلی که ایمان برش نمی آورده. فرض کنین اینها مقدس هستن، این خرافات. اگر ما بگیم جوک شیعه، باز میگن چرا به ما توهین میکنین، این جوک نیست. ادامهش را گوش کنین. حضرت ذوالفقار رو کشیدن، ضربتی به او زدن، سر فیل رو از تنش کند، فیل به روی زمین افتاد. بله، ذوالفقار شمشیر دو سره میگن برش کرد، دو سرش برنده هست، میکشه به خاطر که فیل برش ایمان نداره، فیل را میکشه. مولای اول شیعیان، اینها افتخار میکنن به این چرندیات و خرافات. خب مثل یک کوه بزرگ که آب میشه، این فیل افتاد به زمین با اون زره ای که دور گردنش بود. حضرت به یه ضربه ذوالفقار گردن او را از بدن جدا کرد، فیل هم به زمین افتاد. بفرما، گردن فیل را از بدن جدا میکنه، فیل هم به زمین میفته. الان شما میخواین از این مدرسین بیشعوری برای مردم ایران، جوانان ایران چی چیزی داده میشه؟ الان جوانهایی که توسط اینها تربیه میشن، ببینین چه حال روز دارن. حال روز جوانها را ببینین که توسط اینها تربیه میشن. یک بار مراجعه کنین این قسمت را ببینین. خب ببینین که جوانها را اینها با کدام حال روز دارن. دل خواهر شکست ما ویلا، بدن زخم گسست ما ویلا، بدن زخم گسست. از این مدرسین بیشعوری چون این انسانهای تربیه میشه در جامعه امروزی ایران و همچنان از طرف ملاهای اهل سنت در جامعه ما افغانستان. اینها هستند که فرهنگ را از ما ربودند، عقل را از ما ربودند، انسانیت را، شرافت را، تمامش را از ما ربودند و ما شدیم امروز کی؟ سگ رقیه، سگ محمد. ناموس من فدای رقیه، ناموس من فدای محمد، منم سگ رقیه. بفرما، منم سگ رقیه. او او او. بفرما، از خود سگ سازی در قرن 21 برای رقیه، برای محمد، برای فلان و بهمان. اینها دشمنان فرهنگ ما هستند.
اینها دشمنان شعور ما هستند، دشمنان شعور خودشان هستند، دشمنان تک تک نوجوانان کشورهای ما هستند. به طور مثال این ملا را ببینین، آیت الله وحید خراسانی، یکی از بزرگترین شخصیت های ولایت امان، ولایت فقیه، چی نوشته؟ ما شیعیان، البته تمام شیعیان را گفته در کتاب خودش، در همین کتابی که در روی سکرین است، صفحه 38، این کتاب را باز کنین بخونین. گفته ما شیعیان نه این که سگی هستیم که آمده ایم در خانه اهل بیت، اهل بیت و سر و دومی می جنبانیم، خیر از سگ بدتر و پستر هستیم. یه عالم دین هست، از سگ بدتر و پستر هستیم. آیت الله وحید خراسانی، ولایت فقیه، یکی از بزرگترین علما، عالم هم هستن ایشان. نه این که سگی هستیم که آمده ایم در خانه اهل بیت و سر و دومی می جنبانیم، خیر بابا جان از سگ بدتر و پستر هستیم. اینا دشمن فرهنگ ما نیستن، دشمن شعور ما نیستن، دشمن مردم ما نیستن، دشمن نوجوانای ما نیستن. و این میگن چی؟ مدرسین بیشعوری برای مردم ما. این چنین جوانها را اینها تربیه میکنن. ببینید خودش را مانند خزنده ساخته. این ایولوشن در ظرف 5 میلیون سال در اثر جهش‌های ژنتیکی بر ما تانست فیزیولوژی مغز ما را به شکل دیگه ما را خوبتر بسازه، نظر به همین منطقی که امروز ما داریم. دوباره اینها برگشتین به عصر خزندگان، خزنده جدید، خزنده رقیه، خزنده شیعه. ببینین اینها را. بله. اینها میگن که به این مقدسات ما احترام بگذاریم. این جوانای بیچاره، کودکای بیچاره بدبخت میشن توسط اینها. ما باید بازم بنشینیم و منتظر باشیم که با کدام ساز اینا باید رقصید. اینم سرنوشت زنان و مردان ایران به خاطر اینها، جمهوری اسلامی. افغانستان ما بدتر از این، ایران ما هم بدتر. زن و مرد ما اسیر زنجیر خرافات، زنجیر بیشعوری شده. زن و مرد ما را بدبخت کرده اینا. فرض کنید یک جوان ایرانی با اون فرهنگ متنوع، با اون داشته های تاریخی، امروز با افتخار می آیم میگم من هم سگ رقیه، میگم من سگ رقیه هستم. من سب شاهی منم، آهای تایی کمان کری خونگوش ها تا خاکان ذکر لب سیل زنه. بگو میگه هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ رقیه ام. هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ رقیه ام. هر کی میخواد هر چی بگه، من سب شاهی منم. اینها کدام نسل بعدی را تربیه میکنن؟ نسل بعدی را سگ رقیه تربیه میکنن، سگ حسین تربیه میکنن. سگ چی کسی میخواین برای ما تربیه کنن نسل بعدی را؟
شما ببینید. ببینید. اینها دیوانه نیستن؟ اینها مشکل روانی ندارن؟ اینها نباید نزد روان پزشک در تیمارستان ها نباید اینها بستری شود؟ این یعنی چی؟ انسان دیندار انسان سالم بوده نمیتونه. موجودی که دینداش دیگر سالم نیست. سلامتی را دین از شما میگیره، سلامتی روانی را از شما میگیره، سلامتی عقلی دم از شما این دین میگیره. بفرما. در کتاب خودش آیت الله محمد صادق صدر فرو کردن آلت تناسلی در جرو یا عقب دختر بچه یا کودک روزه را باطل نمی کند. صفحه 98 کتابش. این سالم هست؟ این جوانهایی که میاین نیمچه جوانک های شیعه از این آقا که زیادتر در مورد دین میدانند میفهمند، دین را از این آقا که خوبتر درک کردیم. فرو کردن آلت تناسلی در جلو یا عقب دختر بچه یعنی کودک روزه را باطل نمی کند. حکم فقهی. پرداخت به حکم جدید برای نسل خودش، برای شیعیان علی. بفرما. اینها سالم هستند. ما بارها گفتیم که انسان دیندار انسان سالمی نیست. هر کسی باشه، به هر وجهی که باشه، به هر شکلی که باشه، انسان دیندار نمیتونه سالم باشه. از هیچ نگاه، هم روانی، هم جسمی، هم جنسی، هم هر نگاهی که شما انتخاب میکنید. فتوای بعدی این آقا را بخونید. فرو کردن آلت تناسلی در جلو یا عقب یک حیوان روزه را باطل نمی کند. صفحه بعدی همین کتابی که براتون رفرنس دادم. زوفیل اینها، پدوفیل اینها، همه چیز در اینها هست. هیچ چیز به این مردم بیچاره نمانده. فرهنگشان را گرفتن، پولشان را گرفتن، انسانیت ازشان گرفتن، دادن به جایش خرافات، خدا، حسین، حسن، محمد، عمر، علی، عثمان، بلا و بدتر. بفرمایید. شما فکر میکنین آقا سالم هست؟ این نسل سالم را میتونه به جامعه تقدیم کنه؟ فکر میکنین در این مورد؟ فرض کنین واقعا از سخن گفتن زبان انسان لال میشه وقتی اینها را میبینه. انسان سالم وقتی اینها را میبینه زبانش لال میشه. ما زبانم بند میشه، نمیدانم گریه کنم یا بخندم. این جوک نیست، اینجا باید گریه کرد در این بدبختی. در این بدبختی باید گریه کرد فقط. نه تنها که سگ به خود میگن کاسلیس، گوش کنین صدای این آقا را. کاسلیس افجان
بله. ایشان کاسالیس هستند، ایشان سگ هستند، ایشان با حیوانات رابطه جنسی دارند، ایشان هر کاری که میخواین انجام میدن و میآیند میگن که شما مرتد هستین، شما کثیف هستین، شما طاغوت میآفرینین، شما بر ضد عقاید ما مبارزه میکنین، شما بر ضد انسانیت هستین، به ما میگن اینها. یک نمونه بسیار کوچکش هست، اینها یک نمونه بسیار کوچک هستند. ما نمونه های بزرگ را برای شما نیاوردیم هنوز. نباید شرمید، نباید گریه کرد، نباید. این جوانان بیچاره این را ببینید. شما در قرن 21 در ایران این وضعیت فعلا جریان داره. بعد از این ویدیوها، بعد از دیدن اینها، آیا شما فکر میکنین که انسان دیندار انسان سالم هست؟ آیا فکر نمیکنین که دین توهم هست؟ این باورهایتان توهمی هستند و باید سری بزنین به این باورها، بازشان کنین، کتابهایش را بخونین. لطفاً تا میتونین هر چی زودتر سری بزنین به این عقایدتان، سری بزنین از عقایدی که شما را امروز سگ معرفی میکنه، سری بزنین به عقایدی که امروز شما را زنجیر میپوشانه، سگ میسازه شما را. ما نمیگیم که سگ بودن توهین است یا اسم سگ اسم بد است، نه، حیوانات تمامشان با انسان ژن مشترک دارن. حتی همین سگی را که ما میگیم 95% با انسان ژن مشترک داره. اینها کورا نجس میگن. اوج فاجعه است وقتی سگ را نجس بدانی و خودت را سگ اهل بیت. این نسل باید منقرض شوه. این نسل به انقلاب نیاز نداره، به انقراض نیاز داره. نسلی که بیان میکنه من سگ اهل بیت هستم و در طبق عرفای امان اهل بیت، طبق احادیث، طبق سخن های امو اهل بیتی که هست، سگ نجس هست، من نجس اهل بیت هستم، اینها نیاز به انقراض دارن، نه انقلاب. چون این ملت انقلاب کردن نمیتونن، انقراض میکنن. منقرض شدیم از نگاه فرهنگ، منقرض ما کردن، زبان ما منقرض شد، هویت ما منقرض شد، عزت ما منقرض شد، سرمایه ما منقرض شد، هیچ چیز بر ما باقی نماند. حالا پرداختین به انقراض خود ما. ما هم کار ما تمام میشه اگر به همین شیوه ادامه بدیم، اگر فکر نکنین در مورد باورهای خود. یک بارم شده بازش کنین، بخونین، نترسین. اگر جهنم است می سوزین، بسوزین تا این زندگی که امروز دارین، هر لحظه دارین می سوزین، بسوزین در جهنم بهتر است تا این زندگی که مثل مرگ تدریجی است، شبیه مرگ تدریجی است برای شما. فکر کنین در این مورد. واقعا خواستم جوک بگویم چون از این آقا شروع کردیم. دهده گرفت و سوار فیلسفیت شد. از این آقا شروع کردیم، من گفتم تا آخر بخندیم، اما آخرش واقعا گریه آور است. این وضعیت فعلی گریه آور است. اوقات خوش داشته باشین نازنینان. ویدیو را لایک کنین و به دوستانتان هم بفرستین، بگذارین که آگاه شوند، بیدار شوند، نجات پیدا کنن از این رنج، از این بدبختی. بگذارین نجات پیدا کنن. خودشان ناجی خودشان هستن، نه من ناجیشان هستم، عقل ناجی هست، نه مهدیه که خودش هنوز معلوم نیست که چی کاره هست، کجا هست، وجود نداره مهدی. نمیتونه یک فرد 1000 سال زندگی کنه. احمقانه هست این افکار، مهدویت احمقانه هست.
این توهین نیست، واقعیت است. بدرود، با امید خردمندی و تفکر.